فیلم خانه سیاه هست که در حقیقت شباهت داره به ماهی سیاه کوچولو صمد بهرنگی و هر کدوم از اینها تک محصول‌هایی هستند از تولید کنندگانشون که در سطح جهان درخشیدن و بعد از اونا هم هیچ فیلمی یا هیچ کتابی تا سالهای سال به این جا نرسید. این فیلم موقعی ساخته شد که مرکز حمایت از جذامیان به آقای ابراهیم گلستان فیلمساز پیشنهاد داد که یک فیلم مستندی بسازه برای تبلیغ این مرکز با آمار و ارقام، و آقای گلستان این کار رو سپرد به فروغ که در استودیوی ایشون کار میکرد، و فروغ رفت و اولین پیامی که آورد اینه که این نمیتونه یه فیلم تبلیغاتی باشه و یه فیلم فوق‌العاده است. و آقای گلستان هم گفت آزادی، هرچی دلت میخواد بگو. او رفت و یه فیلم ساخت، فیلمی که قرار بودش که تبلیغات برای یک مرکز مردمی باشه، با کاری که فروغ کرد، با دردی که کشید، با بچه‌ای که از داخل اونجا برداشت آورد و این رو کرد بچه خودش، و با این هر هنری که داشت در اونجا گذاشت، شد خانه سیاه است. و اون نسخه‌ای که داده شد به مرکز نسخه‌ای بود که آقای گلستان روش بعضی از آمار گذاشت برای اینکه منظور اونها رو فراهم کرده باشه. این فقط ذات یک هنر هست که وقتی با یه درد عمیقاً انسانی همراه میشه میتونه مرزهای غیر ممکن رو پاره کنه، یعنی اینکه از حالت یه فیلم تبلیغاتی تبدیل بشه با یه فیلمی که هنوز جهان ازش تحسین میکنه.